اعتصاب کارگران پروژه‌ای روز به وارد چهارمین روز خودش شده و گسترش جغرافیایی اون رو شاهد هستیم طبق خبرهای موجود. جزئیات از صبح شبیه پیام درست گسترش جغرافیایی خیلی قابل توجه بوده به خاطر اینکه میشه با اعتصاب دو سال پیش همین کارگران پروژه‌ای و قراردادی مقایسه کرد که اون زمان هم در چندین استان بود. اتفاقا فیلم‌هایی که امروز اومده بود مربوط به چابهار حتی بود، نشون میداد که این گستره داره بیشتر میشه در یزد، در کرمان، اصفهان، ایلام، خوزستان به خصوص، بوشهر، بندرعباس و میبینیم که خیلی گسترده شده. البته به این معنی نیست که تمام استان از کار افتاده، ولی این هم مناطق که بیش از 80 منطقه عنوان شده، در برخی موارد هم 70 منطقه، نشون میده که از اون اعتصابی که در 3-4 واحد در روز جمعه شروع شد الان به کجا رسیده، که خب این نشون دهنده نارضایتی کارگران پروژه هست از شرایطشون، به خصوص سر قضیه دستمزد هست. 27% دستمزد کارگران، اونم تازه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه شده، و اونها خواهانی هستن که 79% افزایش دستمزد داشته باشن، مدت کاری 20 روز داشته باشن و 10 روز استراحت، بیمه مناسب داشته باشن، دستمزد به صورت مرتب پرداخت بشه، حمل و نقل، بهداشت و غذا هم غذاخوری ها مناسب به وضعیتشون باشه. و تا الان هم پاسخ درستی از طرف حکومت نیامده. تنها جایی که به صورت مرتب بعد از یکی دو روز تأخیر شروع کرد به پوشش دادن خبرگزاری ایلنا بود، در کنار شبکه‌های اجتماعی یا خود کمپین مرکزی نفت و گاز یا اتحادیه آزاد کارگران ایران یا شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفتی. به صورت چه بسا مسببه دستمزد قرار لغو بشه، کارگران آیا همچین انتظاری رو دارن؟ درخواستشون اینه که اصلاح بشه یا افزایش پیدا بکنه. و حالا این در مورد کارگران پروژه‌ای هست 79%، ولی خب تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان مستقل کارگری معتقدند که حداقل باید به قلهوش 18 تا 20 میلیون تومان برسه، برای اینکه آماری که داده میشه، حتی آمارهای دولتی 13 میلیون خورده ای هست و خب تازه آمار سازی شده هست، در حالی که تشکل‌های به همین دلیل قرار است که احتمالاً انتظار میره که اصلاح بشه. بله. خب حالا علاوه بر این اعتصاب، بازنشستگان مخابرات و تامین اجتماعی و پرستاران هم پیوستن به این اعتصاب ها، گزارش ها راست بشویم. پیام در حقیقت همونطور که اشاره کردی سه بخش بوده. بخش عمده اعتراضات امروز مربوط به تجمع بازنشستگان مخابرات بوده که در از ابتدای سال به این ور هم چندین بار اعتراض کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی بوده در شوش و رشت، البته در مخابرات خیلی بیشتر بوده، و در سنندج هم پرستاران بودن، مال علوم‌پزشکی. همه اینها بحث مسائل معیشتی هست، به خصوص مخابرات و تامین اجتماعی خواهان این هستن که تجدید نظر بشه. اون 27% واقعا کفاف زندگی رو نمیده. من فقط یک مثال میزنم، نقل قول میگم از روزنامه اعتماد گزارشی رو که در مورد گرانی ها و کاهش قدرت خرید در حقیقت مردم داشت. یک دختر جوان به روزنامه اعتماد گفته بود 2 سال من گوشت قرمز نخریدم و یک از ابتدای سال 1401 به این ورم گوشت مرغ نخریدم. این همین جمله نشان دهنده وضعیت وخیم معیشتی مردم ایران هست. پرستاران هم خب خواستار اجرای تعرفه درست، تعرفه قانون تعرفه خدمات پرستاری هستند که معتقدند بسیار کم بها داده شده به این موضوع و حقشون به درستی پرداخت نمیشه.